آیت الله وحید خراسانی در درس خودش روز چهارشنبه 18 اسفند 1389 گفته که این مسیحیت با این ریشه تو این کشور جوانان شیعه رو گمراه میکنه و اینها روی ریاست خودشون دعوا میکنن منظورش دولت هستش یکی نیست به این دستگاه بگه که این تبلیغات مسیحیت زال و موزل حتی در قم به چه معناست اینها دارن اینها رو دارن به خورد این امت میدن و در قبال قبال اسلام این دستگاه با این بحثات اگر یک جای یک کلمه بوی برای تزلزل مقام من باشه همه اونجا حاضر میشن اما دین و ایمان از مغز این جوانها برده میشه همه در خفقان خوابیدن دنبال مقام و, مقام و مالن دم از اسلام میزنن بسات تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده بشه و الا آبرو برای ما نخواهند گذاشت و آقای اکبر گنجی در رابطه با همین مسئله ای که این آقا صحبت کرده مقاله ای رو مطرح کرده توی مقالش که توی وبلاگ خواهیم گذاشت و در فیسبوک اون رو با شما تقسیم خواهیم کرد گفته که به طور قطع اکثر مراجع تقلید ما متون کلامی فلسفی عرفانی فقهی یهودیان و مسیحیان رو نخوندن در آقای گنجی انتقاد میکنه از این اشخاص مگر کتب زاله یهودیان و مسیحان ارزش خوندن داره که آدمی وقت صرف اون بکنه اونا مدعی نامدلل و کاذبی درباره کتاب مقدس دارن که با، که به سوی این نوع احکام اهانت آمیز سوقشان میده با معیارهای مقبول فقیهان اگر کسی دین اسلام رو دین زال و مزل بخونه به اسلام قرآن و پیامبر اهانت کرده به همان معیار اگر فقیه مرجع مسلمانی یهودیت و مسیحیت رو دین زال و مزل بخونه به اون ادیان اهانت کرده بدین ترتیب ما مخالفت خود را با دو معیاری بودن آش... با دو معیاری بودن آشکار میسازیم. اگر نسبت دادن عناوینی به اسلام اهانت باشه نسبت دادن همون عنوان به یهودیت و مسیحیت هم اهانت باید به شمار بره دشنامگویی در شن آنان که مدعی مرجعیت مردمند نیست مرجع دشمنا... دشنامگو مقلد دشنام دشنامگو پرورش میده مرجع دشنامگو مقلد دشنامگو پرورش میده این مقاله ای هستش که آقای اکبر گنجی این رو نوشته در انتقاد از عیزانی که ایمان مسیح رو زیر سوال میبرن و اونها دین زال و مزل میخونن و میگن که بعد ریشه مسیحیت از ایران برچیده بشه